امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. در چین، افسانه جنگجویان بی‌رقیب برای همیشه بر سر زبان‌ها بوده. این جنگجویان جزو برترین مبارزان بودند که قدرت‌های خود را از الهگان و زمین می‌گرفتند. هر اتحادی با آنها باعث افزایش قدرت می‌شد و هر نبردی اونها را قوی‌تر می‌کرد. اونا می‌تونستن قدرت کیهانی باور نکردنی رو در بدن خودشون داشته باشن. جنگجویان بی‌رقیب توسط الهگان انتخاب می‌شدند و برای اداره کردن ارتش‌های بزرگ و تسخیر جهان به دنیا می‌آمدند. شما می‌تونین بگین جنگجویان بی‌رقیب برگزیدگان هستند. همه سربازان هانو بکشید! بیاین به جنگ پایان بدیم، دیگه وقتشه. برادر نه، ما با هم به دنیا نیومدیم، ولی با هم خواهیم مرد. سلسله جنگجویان. خوب گوش کنید، مدت هاست که میخوام اینو بهتون بگم. حالا حضرت پادشاه مردمه، اون باید خشن و بی‌رحم باشه، موافق هستید؟ در غیر این صورت چطور میتونه بر ملت حکومت کنه؟ درست نمیگم؟ چطور جرس میکنیم؟ سلاح ها سرنوشت و روحیه دارن، اونا صاحب خودشون رو انتخاب میکنن. هرچه مخالفای بیشتری بکشن، سلاح ها هم قوی تر میشن. یادتو میاد سلاحی ما از سنگ معدن خون ساخته شده؟ اونا قدرتمندتر میشن چون خون بیشتری میدوشن. اگه خون صاحب سلاح باشه چی؟ تو اومدی که من نشان دادی. البته من که نجاتت بدم. سلسله جنگجویان. میکنه نامی را رو بکشه. تو لیاقت نداری یه انسان باشی. تو خود شیطانی. اگه میخوای دخترتو پیدا کنی، این آخرین فرصته. تانجری تو کجایی؟ پیدات میکنی. چطور جرأت کرده یه فرمان روا رو بکشه؟ امید انسانهای میرا چه بیهوده است. موسیقی
میتونه واقعیت رو تغییر بده؟ من باور دارم که میتونه. مردم چی راجع به من میگن؟ میدونم که میتونم تا زمانی که مینویسم. که از مرز عبور می کرد به عنوان یکی از بازماندگان امپراتور اهریمن‌ها در نظر گرفته می شد. آنها بلافاصله دستگیر شده و در زندان مهار کننده زندانی می شدند. میگر 100 سالی که پرورش داده شده این شمشیر توشان چی کار میتونه با من بکنه؟ استاد یینگ یانگ شد.